بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله لا اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آله و قنا منک و احفظنا بک و اهدنا الیک و لا تباعدنا عنک. ان من تقعه یسلم و من تهده یعلم و من تقربه الیک یغنم. اللهم صل علی محمد و آله و اکفنا حد نوائب الزمان و شر مسائل الشیطان و مرارت سولت السلطان. انسان در زندگی از همون ابتدایی که دنیا میاد و در مراحل مختلف دوران حیاتش، چه کودکی، چه نوجوانی، چه جوانی، میانسالی و پیری، و لوازمی که این ازمنه داره، از شکلگیری شخصیت، تکون جسم، زندگی مشترک، جدا شدن از پدر و مادر، زندگی اقتصادی، زندگی علمی، سیاسی، اجتماعی، مصائبی که میبینه در یک فشار بسیار سخت و پرمشقتی در زندگی خودش تجربه میکنه. ان الانسان لفی خسر، انسان در ظرف خسران زیان وجود داره در دنیا، که در حوزه عمر نه ان الانسان لمع الخسر با خسرانه، نه، در ظرف خسرانه، یعنی دیگه نمیتونه فضا رو عوض بکنه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان خلق شده در یک محیط تحت فشار. لذا شما وقتی ملاحظه میکنید زندگی از همون ابتداش با گریه انسان دنیا میاد و با گریه از دنیا میره. اما این دنیا با تمام این مشکلات و تمام این سختی ها و فشارهای مختلف یک موهبت هست برای انسان، یک هدیه هست برای انسان. همین دنیایی که لعب و لعب هست یک موهبته، یک هدیه هست. الا خداوند با ارحم الراحمینیش دنیایی به این سختی رو نمیداد. اما این دنیا اگر بخواد هدیه و موهبت باشه، در این محنت کدگیش باید یک چیزی اضافه بشه، که این دنیای محنت کده بشه محبت کده. اون چیز اون سبا خداست، با خدا بودنه. وقتی انسان با خدا شد، این محنت کده با تمام مشکلاتش رنگ خدایی پیدا میکنه، میشه محبت کرده، میشه محل کمال انسان.
مشکلات دیگه دیده نمیشه. انسان وقتی با خداست مشکلات میبینه، مشکلات را امتحان بزرگی برای خودش تلقی میکنه. ولی وقتی بی خدا بود، مشکلات یک عامل نابودی، عامل تضعیف، تحقیر و انکسار خودش ملاحظه میکنه و مشاهده میکنه و محاسبه میکنه. لذا وقتی انسان با خدا بود، هیچ چیز نداشت، همه چیز داره، چون خدا داره. اما اگر همه چیز داشت، خدا رو نداشت، هیچ چیز نداره، چون خدا نداره. چون همین چیزایی هم که داره علیهش استفاده میشه، هم در دنیا هم در آخره. شما فکر نکنید انسانی که پول داره و با خدا نیست از پولش میتونه استفاده بکنه، چون اشیا با خدا رنگ رحمت پیدا میکنن. پول، مقام، پست با خدا رنگ رحمت پیدا میکنه. یه با خدایی بود خوبه. پول بدون خدا بود، حرام دست آمده بود، حرام استفاده میشد، حرام نگه داره میشه، این میشه عذاب، هم در دنیاش هم در آخرتش. این پول میشه یک سم در زندگیش و همه چیزش رو آلوده میکنه. هارون الرشید خیلی پول داشت، حوزه نفوذش در عرصه حکومتش این گونه بود که آفتاب توی سرزمین تحت نفوذ ایشون غروب نمیکرد. بیت المال به شدت تقویت شده بود، 3600 کنیز داشت. غلام هاش یک شب یکی از بچه هاشو میخواستن ختان کنن، ابراهیم موسلی آوازخان آسخند و موسیقی زد. وقتی میخواست سله به ایشون بده، گفت فلان حکومت فلان منطقه رو بهت میدم به خاطر یه خواندن. اینقدر قدرت و توانایی داشت. ابراهیم و موسلی بهش گفت حکومت به درد ما نمیخوره، ما مرد حکومت نیستیم، مرد مالیم، پول به ما بده. گفت چقدر میخوای؟ گفت هر چقدر که در شأن شماست. در این بود گفت برید بیت المال، ایشونو ببرید بیت المال، هر چقدر دلش مخواد بردار، هر چقدر میخواد بردار. بینیم یه همچین آده، همچین ثروتی و همچین حماقت و بیدینی و ظلم. یک روز جعفر برمکی نخست وزیرش بود، رفت کاخ، دید هارون داره گریه میکنه، افسردگی پیدا کرد. پیش گفت چرا شما اینطوری شدی؟ گفت نمیتونم، بده هیچ چیز دیگه مرا ارضا نمیکنه، خوشحال نمیکنه. و همه چیز برام تکراری شده. جعفر برمکی کاخی درست کرده بودن بیرون از شهر، خیلی کاخ بزرگی بود بیرون بغداد. گفت که اگر اجازه میدید آقا ما بریم اون کاخ افتتاح بکنیم، شاید حالتون خوب بشه. رفتن اون کاخ بزرگ و اینها، دیدن نه خبری نیست، خواننده ها خوندند و کارهای حرام و این چیزا، دیدن خبری نیست. جعفر برمکی تصمیم گرفت که یک شکاری برای ایشون تشکیل بده و ترتیب بده. رفتن شکار هم دیدن خبری نیست. جعفر برمکی وقتی برمیگشت به طرف بغداد، گفت برم یک
بازرسیم از زندان سندی ابن شاهب کنم، همون جایی که حضرت موسی بن جعفر روی فدا در حبس بودند. رفت اونجا به سندی گفت که حضرت کجاست؟ گفت در زندانه. گفت امن جاش فرارش نمیدن؟ گفت نه. گفت میتونم ببینم؟ گفت بریم. رفتم. گفت چه کارش کردی؟ گفت تو زندانه، اما یه چای درست کردم، ایشون کردم تو اون چاهه، یک تنه درختم درست کردم فرستادم پایین، با زنجیر به پاشم بستم، یه سنگم رو چاه گذاشتم، این سنگ بزرگ مال بود. گفت میشه سنگ کنار بزنید؟ گفت بله. که سنگ کنار زدم، جعفر برمکی مدتی نگاه کرد تا چشمش عادت کرد، دید یه عبایی کنار اون کن رو زمین. سندی بهش گفت اون حضرته که فقط بوست استخوانه، همیشه روزه هست، یه وعده بهش غذا میدم. گفت صبح بعد از نماز صبحشون سجده میکنه تا ظهر، الان هم همینطور. گفت بعد از نماز ظهر هم سجده میکنه تا شب. لذا تو زیارت نامش داره حلیف سجد فطویله. امینه. خدمتون که عرض کنم، جعفر برمکی گوش گرفت، دید حضرت اینطور داره مناجات میکنه، عظم الذنب من عبدك فليحسن العاف من عندك ان كنت بئس العبد فانت نعم الرب. این تمام دنیا که انه مال اینه، اینطور خوشحاله. بعد گفت عجب، این هیچ نداره، اینطور خوشحاله. هارون همه چیز داره، افسرده شده، ندونست که فرق این با اون چیه. این خدا داره، تو ته زندانم باشه خدا هست دیگه، خدا داره، با خداست. کسی که خدا داشت همه چیز داره، ولو هیچ چیز نداشته باشه. ولی اون همه چیز داره، خدا نداره، لذا چیزهاش خدا این نیست، علیهش استفاده میشه، زهر میشه. همه چیز داره، خدا نداره، لذا هیچ چیز نداره. انسان در زندگی با خدا بود، مشکلات براش اصلا معنا و مفهوم نداره، مشکلات رو پله های صعود تلقی میکنه. تا یزید وقتی که مقابل حضرت زینب قرار گرفت، شروع کرد به حتی کی، عبیدالله ابن زیاد هم همینطور کرد، حتی کی کردن، گفت که دیدید خدا چه به روزتون آور؟ گفت ما رأیت الا جمیلا، همه چیز خوب بود، همه چیز خوبه. شما فکر میکنید شهادت بده؟ گفت خداوند فخر امت ما و فخر خاندان ما شهادت قرار داد. ما رأیت الا جمیلا، با خدا باشه مشکلاتم جمیل میشه. اگر انسان بدون خدا باشه، ملایمات هم خدمتون که عرض کنم، چیزی که ملایم خوشه هم ناپسند میشه، قبیح میشه، مثل هارون. لذا عزیزان، در زندگی مشکلات طبیعیه، آمدن مشکل طبیعیه. کسی هم تو دنیا نیامده که آب خوش از گلوش پایین بره. اگر قرار بود، انبیا بودن، حضرات معصومین بودن. اما دنیا محل مشکلاته، اما مشکلات اگر با خدا باشیم، این مشکلات میشه پلکان ترقی. اگه بی خدا باشیم، این مشکلات که هیچ، حلاوت ها هم مرارت میشه. حالا با خدا بودن با چیه؟ یک، ایمان، دلمونو به خدا بدیم. دو، تقوا، ترک گناه.
سه اخلاق، اخلاق مدار باشه. چهار انس با خدا، اهل دعا باشی، اهل تهجد شب باشی، اهل نافله باشی. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. یا رسول الله بگو بهشون اگر دعا نداشته باشن ما اعتنایی بهشون نمی کنیم. کل فضای دنیا این است که خدمتون عرض کردم، لذا حضرت تو این فضا میاد و صحبت میکنه و یک خط حضرت دارن که واقعا شاهکار ادبی دعاست که قرائت میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضرت هم در قبل از هر دعایی صلوات میفرسته که عرض کردم علتش چی هست. اللهم صل علی محمد و قنا منک، خدایا خودت مرا نگه دار، خودت مرا از عذابت نگه بدار، از دوریت نگه بدار. گاهی خداوند پشت به انسان میکنه دیگه، عنایت به انسان نداره. لذا تو مناجات شعبانیه میخونید و اقبل الیه اذا ناجیتک، خدای تو خودت از قهرت، از عذابت مرا نگه دار. وحفظنا بک، و خودت ما رو حفظ. ببینید همه خود میگه شما شما شما، خدا خدا خدا. وحدنا الیک، خودت ما را به سوی خودت هدایت کن، این دست رو بگی کمک کن. عزیزان با خدا و به کمک خدا همه چیز حاصل میشه. بدون خدا و به دور از خدا جز عذاب چیزی دست نمیاد. ولا تباعدنا عنک، و ما رو محروم از رحمتت نکن، ما رو دور از خودت نکن، ما رو مران. این من تقعهی اسلم، هر کس تو نگهش داری سالم میمانه. کسی که خدا اونو نگه میداره چه کسی میتونه بهش ضرر رو زیان بزنه؟ شما فلو اونو شهید کنن بکشن. شما فکر میکنید که اگر ابو عبدالله الحسین شهید نمیشد همون دقیقه همون ثانیه نمیمود؟ مقدرش این بود، لیکن خداوند هدیه شهادت به ایشون داد. خدایا اون که تو نگهش داری یسلم، سالم بمونه، بلو شهید بشه، بلو بکشن، بلو زندان بکن، بلو تهمت بزنن به حضرت زینب، زندان کنن حضرت موسی بن جعفر، اسلام صادق میمانه. و من تهدهی یعلم، اون که تو هدایتش بکنی با معرفت داناست. و من تقربه الیک یغنم، اون که تو مقربش سازی داراست. شما الان ملاحظه بکنید حضرت ابو عبدالله الحسین و حضرات معصومین خدا با خدا بودن و خدا نارو نگه داشت، نامشون هست. این انقلاب ما، رهبر عزیز ما، مقام معظم رهبر، تجسم عینی مقربیت الهی و با خدا بودنه. لذا خداوند نگهش میداره، کید دشمنانش رو نابود میکنه. دشمنان هر کاری کنن به ضررشون تمام میشه. اینجا میان جاسوسی میکنن، هواپیمای فوق سریشون گرفته میشه، توطئه میکنن علیهشون، همون توطئه برمیگرده. این انقلاب و مقام معظم رهبری مصداق منطقهی اسلام هسته و من تهدهی یعلم هست و من تقرف و الیک یخلم. این نعمت های خود، شما هم همینطور، روحانیت عزیزم همینطور. هر که تو را، هر که را تو نگهداری بی بلاس، من تقی یعلم
و هر که تو اش هدایت نمایی داناست و اون که به خود مقربش سازی داناست. من ترجمه آهنگین مطابق با اونجاست. اینه که در زندگی عزیزان اگر میخواید موفق باشید باید با خدا باشید. با خدا بودنم به چه شکل، به چه چیز هست؟ ایمان، تقوا، اخلاق و انس با خدا. خدا با انشاءالله شما را حفظ کنه، موفق بداره انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.